دهه محرم روز اول دعوت بود برای روزخانی. خانه یک حاجی بازاری در زد. پیرزنی آمد، سر برهنه و بیپوشش. از آستان در چشمش افتاد به دختری جوان، او هم ناپوشیده و بیهجاب. خانه حال و هوای روزه نداشت. شک کرد، پرسید منزل فلانی اینجاست؟ فهمید در را اشتباه زده. معذرت خواست که برود. پیرزن گفت روزه نخوانده نرو، حالا که تا اینجا آمده ای. مردد بود و دو دل، نپذیرد و برود یا بماند و روزه بخواند. دلش نیامد نه بگوید. پیرزن اتاق را مرتب کرد، دست پاچه و با عجله یکی یکی می آمدند و می نشستند، چادر به سر و سر به زیر. بیشترشان هم جوان، متحیر و متعجب. فهمید خانه بدکاره هاست. روزه اش را ولی خواند، شتابان رفت سمت در. پیرزن وقت مشایعت خواهشی داشت، روزهای بعدی هم اینجا بیایید، برای ما هم روزه بخوانید قبل از روزه خانه آن حاجی. دوان دوان خودش را رساند به خانه حاجی بازاری. علت تأخیرش را گفت. شنید بدکاره ها را به روزه حسین چکا، مبادا دیگر پایت را آنجا بگذاری. روزه خان تکلیفش را نمی دانست. تردید عذابش می داد. شب مرحوم پدر را دید در عالم رویا. عتابش را شنید که گفت مبادا ترک کنی جلسه آن زنها را. فردا اول به خانه همانها رفت. خانه آب و جارو زده و مرتب. اهلش منتظرش بودند. او روزه خواند. آنها اشک ریختند. روز دوم گریه کردند. روز سوم ناله. روز چهارم شیون. همینطور تا روز دهم. روز آخر پیرزن کیسه ای را پیشکش کرد، گفت برای پول روزه نخوندم. پیرزن اشکش در آمد که قبول کنید، حلال است این گوشوارها و انگشترها، پولشان مزد کار حرام نبوده، از دارائی های قبل از بزهکاری است. حالا هم پشیمانیم از گذشته. محبت حسین علیه السلام حالمان را عوض کرده. دست کشیده ایم از گناه، توبه کاریم و دنبال کسب حلال. چند شب بعد سید الشهدا علیه السلام را دید. در عالم رویا با دفتری گشوده پیش روی حضرت، نام روزه ها ردیف به ترتیب قبولی و اخلاص. بالاتر از روزه آن حاجی بازاری روزه آن زنها ثبت شده بود. حب حسین علیه السلام عاقبتم را به خیر کرد، خیرش تویی اگر که بیایی امام من.